میخوام ببینم مثلا یه سفر بی بازگشت دارید میرید به مریخ ثبت نام کنید، خب شجاعتش رو دارید که زمین جای خوبیه؟ نه که نمیرم، مگه خولم، مگه زمین جای دیوونم، همین همینجا هم اضافی باشه مریخ بی بازگشتونم. این جمله رو قبول داری که با سختی کشیدن و تحمل مشکلات میشه به موفقیت زیاد رسید؟ بذار منو من این سوال اینجوری جواب بدم. بین کار خوب و بد همه انسان ها ذاتن میدونن کدوم کار درسته کدوم کار غلط، اما اون کاری که راحت تره رو همه سعی میکنن انتخاب کنن و اون کار سخت و سمت درست ایستادن قلب شیر میخواد. من فهم کنم باید قلب شیر داشته باشی که کار سخت رو انتخاب بکنی و کار درست رو. در غیر این صورت کارهای آسون و بی نتیجه شاید نتیجه زود ولی خیلی کوتاه مدت، ولی اون کار سخته نتیجهش خیلی دراز مدت و عالیه. یعنی میخوام بگم بین کار خوب و بد، سخت و آسون، همون قلب شیره که کار میکنه. کدوم رو انتخاب میکنی؟ زندگی مستقل نامطلوب باشه ولی زندگی مطلوب با خانواده ولی محدود باشه؟ یعنی نظر هنری زندگی محدود. مطلوب خانوادگی حتی محدود با خانواده ولی آرام، آرامش. از نظر آیکیو هوش دوست داری همسرت مثل خودت باشه یا بالاتر؟ اون باهوشتر از منه. خوبه باهوشتر. بله بله، اون خیلی ماشاءالله خیلی زبله. اگر بهتون بگن اینستاگرامتون رو حذف کنید این کار انجام میدید؟ بله. جدا؟ آره چرا نمی کنم؟ حذف میکنم. من الان نزدیک بیشتر از کی اینستاگرام باز شد؟ 15-16 ساله من. که اینستاگرام باز شده شما صفحه منو ببینید، من فکر کنم 70 تا یا 80 تا پست دارم. یعنی زیاد فعالیتی هم همینجوری ندارم که ناراحت هم بکنه، اما دلم برای کسایی که باشون آشنا شدم خب تنگ میشه. دلم برای با خیلی آشنا شدم، بله. دوستای خوبی پیدا کردم، در چه دلم برایشون تنگ میشه. شغل رویاهات در کودکی چی بود؟ همینی که هستم الان. خب آره جلوی مثلا فرزین. خب یکی از مشوقای مثلا نگاش میکردم میخون، الان صداش که بله روح صداش که اصلا یه صدای جاودانه، یعنی فرزین بی نظیر بود، بی نظیر. همیشه دلم میخواست همینی که هستم باشه. بهترین تعریفی که تو حالا یکی دیگه از شما کرده خودت شنیدی چی بوده؟ همین الان شما گفتید دوست مهربان، ما دوستش داریم، همین خیلی خوب بود. و بهترین تعریفی که تو حالا از کسی کردی چی بوده؟ بهترین تعریفی که از کسی کردم از محمد سال علا. محمد سال علا کاشف منه، محمد سال علا معلم منه، استاد منه، شاعر درجه یک، نویسنده درجه یک، فرهیخته. همه این تعریف ها برای محمد سال علا هرچی بگم کمه، یعنی هرچی بگم در موردش کمه. محمد سال علا خود عشقه، خود عشق. میگه محمد سال علا میگه که هیچ کاری نمیشه تون تون کرد، میگه سیبا به وقتش میرسن، انگورا به وقتش میرسن، میگه حتی دوست داشتن شما نمیتونی کسی رو تون تون دوست داشته باشی یا تون برعکس تون تون از کسی بدت بیاد، میگه هر چیزی رو باید در زمانش با صبر به اون برسی. محمد خیلی عالیه. چه زیبا. آخرین باری که خنده دل درد گرفتی یادت میاد؟ آخرین باری که از خنده دل درد گرفتم نه. حالا این خرابکاری کردی کسی نفهمه؟ خیلی. من انقدر خرابکاری کردم که نگو تا دلت بخواد. بزرگترین سوتی که دادی رو تعریف کن. سوتی؟ دیگه فهمیدن دیگه، همه فهمیدن. سوتی میشه دیگه. سوتی؟ آخه من سوتی همون کسی نفهمه. من که الان لو بدم خود. عصبانی بشی چند سال عملی داری؟ اوه 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 اوه، هیچ کس نباید با من حرف بزنه، هیچ کس. تا چه مدت؟
باید حداقل یک ساعتی منو ول کنه، یعنی نباید کسی با هم حرف بزن، که کسی نباید به پر و پام بپیچه، فقط باید بذارم من خودم بعد یه ساعت آروم میشه. متولد کدوم ماهه؟ تیر. برای کدوم یک از افرادی که تو زندگیت میشناسی حاضری هر کاری بکنی؟ یه نفر بیشتر نیست. نمیتونم یه نفر بگم. بیشتر. برای مهرزاد و ماهان و میلان و شیوا هر کاری بخوام میکنم. برای همین چهار نفر. بله. سه تا پسرام با همسرم هر کاری بخوام براشون میکنم. عالی. چای یا قهوه؟ در حقیقت من نه چای خور زیادم نه قهوه خور زیاد، هیچ کدوم. آدم با جنبه‌ای هستی؟ نمیدونم، اینا رو باید کسایی بگن که منو میشناسن، من خودم که نمیتونم بگم. باجم میتونی بگی مثلا؟ آره، مثلا جنبه شوخی مثلا بالاست، جنبه رفاقتم بالاست. عالی. رفاقت فقط. پیرهن چارخونه یا پیرهن برق برقی اگه مجبور بشی؟ هیچ کدوم. مجبوری؟ ساده مجبور. چارخونه و دیگه برق برقی نمیتونم. عجیب ترین عادتی که توی اطرافیانت دیدی یادت مونده گفتی عجیب، چقدر عجیب این عادت؟ چی؟ از مهران دیدم. چی دیدی؟ بوس میده همش. خوبه که هر وقت تو دوربین میبینیش اینجوره. نه پشت دوربینم بوس میده. نه اصلا عادتشه، مثلا تا بیا چیزی میگی اینجوره لباشو قنچه میکن. بهترین غذا، غذای مورد علاقه؟ چلو کباب. به با پیاز؟ با پیاز، سماق، زرد تخم مرغ، چلو کباب. خسیسی؟ اصلا، این یکی که اصلا نیستم. یه سوال، اینم سوال آخر، اگه قرار باشه به مهداد آسمانی 18 ساله یه نصیحت بکنی چی میگی بهش؟ خیلی باش حرف دارم. اشتباهاتی کردم که هرگز نمی کردم. بهش گفتم این کارها رو نکن. اشتباهاتی که بر حق خودم کردم. همون مهداد آسمانی 18 ساله اون کارها رو بله. نکنم. بله، یعنی بهش گفتم این کارها رو انجام ندم. قشنگترین نصیحتی که به جوانایی که خیلی دوستت دارن دوست دارن خوانندشن راه تو بیان، یه جمله دو جمله، یعنی میخوان کار موسیقی برن؟ خوبه، مارکت خوبه، به اندازه کافی بی سواد تو موسیقی داریم، برین دنبال سواد موسیقی. اگر سواد موسیقی داشته باشین محدود نمیشین، اما اگه سواد نداشته باشین بیچاره میشین. زندگی با یه هنرمند راحته؟ خیر، خیلی سخت. اگه هنرمند باشه خیر، خیلی سخته. من که حال و هواش هی عوض میشه، روحیاتش تغییر میکنه، یه روز خوبه یه روز بده، یه روز معلوم نیست دیگه، معلوم نیست چه جوریه. باید اگر هنرمند باشه باید مثل یک بچه با ازش مراقبت کنه. به خودت افتخار میکنی؟ بله. در یک جاهایی بله و در یک جاهایی خیر. بیشتر یک جاها؟ حالا اونجاها کجا هاست که به خودم افتخار میکنم یا افتخار نمیکنم اونا مفصله، ولی یه جاهایی بله به خودم خیلی افتخار میکنم، ولی یه جاهایی نه به خودم افتخار نمیکنم. به هممون همینطوری میگه. سوال آخر الان، این سومین سوال آخره. بله، سوال های آخر. رنگ بدن دیگه. رنگ مورد علاقه هم بگو. قرمزته.